با سلام های گرم خدمت شما بینندگان عزیز، یک بار دیگه در خدمت شما همراهان برنامه همراه هستیم. این برنامه هر هفته روزهای جمعه از تلویزیون کانال جدید پخش میشه و این برنامه توسط کمیته خارج کشور حزب کمونیست کارگری تهیه میشه و به رویدادهای هفته ای که گذشته میپردازه. با ما باشید. از روز جمعه 22 آوریل به فراخوان تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری کمپین حمایت از معلمین در سراسر کشورهای اروپایی و خارج از کشور شروع شد. معلمان در ایران از ماه‌های قبل در صدها شهر دست به اعتصاب و تجمع زدند و خواستار بهبود وضعیت تحصیل در ایران شدند. مدا جمهوری اسلامی برای مقابله با گسترش این اعتراضات ده ها نفر از معلمین رو دستگیر کرد، بازداشت کرد و در حال حاضر در زندان هستند و به حمایت از این دستگیری به حمایت از این معلمان حزب کمونیست کارگری همونطور که گفتم یک کمپین حمایتی در اروپا تشکیل داد و این در حمایت از معلمان در حال حاضر در شهرهای آلمان و همچنین در تعدادی از شهرهای سوئد این کمپین برگزار شد و یکی از این کمپین ها که چند روز ادامه داشت در شهر کلن بود. ما از مسئول واحد کلن امروز دعوت کردیم تا در این زمینه گفتگویی با ایشون داشته باشیم. تاها آزادی، خیلی خوش اومدید به برنامه ما. خیلی ممنون، متشکرم. منم سلام میگم به شما و همینطور به بیننده های برنامه تو. شما یک اکسیون بسیار موفق و خوبی، البته یک اکسیون چند روزه موفق و خوبی در شهر کلن برگزار کردید. کوتاه در مورد این اکسیون برای ما و بینندگان ما بفرمایید. برای همینطور که شما اشاره کردید، ما مطلع شدیم که معلمان در یک اعتصاب سراسری را انداختن توی ایران برای همون خواسته های قبلی که سالها و ماهای پیش همینطور طلب می کردن از دولت، چون رسیدگی نشده بود. این رو در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه، این سه روز رو فراخوان داده بودن. ما مناسب دونستیم که همراه با معلمان در سراسر ایران، چون شایسته بزرگترین حمایت بودن، ما هم از اینجا از طرف حزب کمونیست کارگری ایران این کارزار حمایتی رو پیش ببریم و بتونیم صدای معلمان باشیم و بتونیم رو به جامعه خارج، رو به سیاستمدارای خارج بتونیم خواست و مطالبات معلمین رو اینجا مطرح بکنیم و هرچه بیشتر بتونیم تمام سیاست‌های غیر انسانی جمهوری اسلامی رو افشا بکنیم. بله، شما سه روز فکر میکنم این اکسیون رو داشتید و چادر زده بودید در مرکز شهر کلن. واقعا یه حرکت خیلی بزرگی بود و سه روز اکسیون گذاشتن توی شهر، واقعا خیلی کار هرکولی و خیلی بزرگی بود. چطور کردید این کار رو؟ چطور انجام دادید؟ میدونم که خب 100% تنها نبودید، رفقای زیادی هم با شما همکاری کردند. استقبال از این اکسیون چطور بود و کسانی که به شما مراجعه میکردن، که 100% مراجعه کردن، آیا اصلا اطلاعی از وضعیت معلمان در ایران داشتن و اینکه استقبال در کل چطور بود؟ خب طبیعتا به یمن اینترنت اکثریت مردم اطلاع دارن، ولی خب برای خاطر همین دغدغه و مشغله های روزمره و کارهای زیاد که اینجا هست برای شهروندان ایرانی، خب اونا مطلع شدن و استقبال نسبتا خوبی بود، چون روز کاری بود و جای مهمش این بود، بخش مهمش این بود که ما خواست مطالبات معلمان را به زبان آلمانی در شهر پخش کردیم و همینطور گوش زد کردیم به سیاستمدارهای خارجی. این کارزار حمایتی تا نزدیک به سه روز طول کشید، همزمان با اعتصابات معلمان، با همون مقدار روزی که تعیین کرده بودن، و ما تونستیم با موفقیت این رو به پایان برسونیم.
مرتب توی این مصاحبه ها ما به زبان آلمانی تمام مشکلات، تمام موانع هایی که سر راه معلمان هست به زبان آلمانی تشریح کردیم برای شهروندان آلمان و از نزدیک تونستیم این اطلاعیه از خواست و مطالبات معلمان رو که به زبان آلمانی چاپ شده بود میان مردم پخش بکنیم. شما همونطور که گفتم خب سه روز توی خیابون بودید، مرکز شهر بودید و تعداد زیادی هم به شما مراجعه کردن. فکر میکنید چه تأثیری میتونه داشته باشه این کاری که شما دارید انجام میدید؟ خب خارج از کشور البته. خب برای مردم کلن ما در کل با چند نفر از خود شرکت کننده ها ما اونجا مصاحبه کردیم و ازشون خواستیم که برای چی اینجا هستن. همونطور که خودتونم و اکثر مردم را میدونن، خواست و مطالبات کل معلمان خواستهای خیلی خیلی برجسته‌ای بود و من دوست دارم اینجا اشاره بکنم به خواستهایی که عمومی بود برای مردم. یکی تحصیل رایگان بود و یکی آموزش غیر ایدئولوژیک بود. همونطور که میدونید آموزش غیر ایدئولوژیک منظورشون همون دینی و قرآن بود، همون مسائل مذهبی بود، همون اعلان این بود که آخوندها رو از مدارس بیرون بندازن. یکی دیگه از خواهان تأمین حقوق مکفی و مدارس امن و بهداشتی شدن مدارس بود و مهمتر از همه اینها که به نظر ما خیلی اصولی بود، خواهان آزادی کلی معلمان زندانی بود، پایان دادن به احضار، به دستگیری های معلمان و همینطور آزادی اعتصاب و تشکل بود. ما توی این اکسیون یک بنر بزرگ 3 متری رو حاکی از تعداد وسیعی از تصاویر معلمهایی که دستگیر شده بودند به دلیل همین فراخوان و از قبلم همینطور اینا رو به نمایش گذاشتیم و تشریح کردیم برای مردم که اینا فقط به خاطر ابتدایی ترین حق و حقوق شهروندی خودشون، معیشت خودشون و رفاه بچه ها توی ایران به زندان محکوم شدن. به نماینده های اینها در طول 2 دهه گذشته همینطور در زندان هست. از اونا برجستشون یکی رسول بداقی هست و یکیشون اسماعیل عبدی. متشکرم، ممنون از توضیحاتتون و خسته نباشید میگم به شما و دوستان و رفقاتون در واحد کل و امیدوارم که موفق باشید. ممنون از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. مرسی. من از شما تشکر میکنم. مرسی. متشکرم. گزارشی هم از دیگر شهرهای آلمان در این رابطه داریم که با همین گزارش رو میبینیم. نسبت به اینکه خواهان چه چیزایی هستن معلم ها در ایران، اینکه خواهان آزادی هستن، خواهان رفاه هستن، خواهان آموزش های غیر ایدئولوژیک هستن، خواهان حذف ملاها در مدارس هستن، خواهان یک آموزش رایگان، یک تحصیل رایگان برای همه بچه ها هستن، در همه مقاطع تحصیلی هستن. ما در اینجا جمع شدیم تا اینها رو به شهروندان آلمانی ابلاغ بکنیم و بگیم که چه وضعیتی داره در ایران رخ میده. امروز شنبه 23 آپریل 2022 در شهر کلن آلمان، دومین روز از کارزار حمایتی از معلمان که در شهرهای ایران به صورت سراسری در اعتراض هستند. با کمال میل اومدم برای حمایت از معلمین، چون میدونم خواسته هاشون برحق و معلمین خواسته های آنچنانی نداشتن، چیزی که واقعا همه جا بایست باشه. آموزش رایگان برای محصلین هستش و رتبه بندی حقوقشون هستش، خرافات، دور شدن از خرافات برای کودکان. و متاسفانه با این وضعیتی که الان وزیری که لایق نیستش، واقعا وزیری که لایق نیستش، دلم میخواد اینا رو بگم که تو دلم مونده، اینا برای آموزش و پرورش وزیر آموزش و پرورش شده و رسیدگی به این معلمان و فرهنگیان نمیکنه. ما حزب کمونیست کارگری ایران به عنوان یه حزب آزادیخواه و عدالت طلب همیشه به عنوان چپ جامعه طرفدار مبارزات به حق مردم ایران بوده و هستیم. یکی از مبارزات در حال حاضر مردم ایران، مبارزات مردم
و کارگران و دانشجویان هست که در حال حاضر معلمان پرچمدار این مبارزه هستن و خواسته های خیلی خوبی علاوه بر خواسته صنفی که دارن و چیزی که توجه من به شخص جلب کرده همین طرفداری از غیر انتفاعی کردن مدارس و طرفداری از حق تحصیل رایگان بچه های ایران به عنوان دانشجو. بچ بچ جمهوری اسلامی، بچ بچ جمهوری اسلامی، مردم دفاع از معلمین، دفاع از شعور انسان هاست. جای معلم زندان نیست، جای معلم سری کلاس درس هست. بچ بچ جمهوری اسلامی. مبارزه پرشور شما معلمان با شعار رئیسی قالیباف این آخرین پیام است. فرهنگیان آماده قیام است. در ده ها شهر برپا شده علیه یکی از هارترین حکومت های دنیا، حکومت جهل و سرمایه، حکومت اسلامی. به فراخوان حزب کمونیست کارگر ایران، ما اعضای حزب اینجا در شهر آلمان هانوفر دستان شما را به گرمی می فشاریم و درود بفرستیم از راه دور به شجاعت و جسارت شما که علیه جمهوری اسلامی با حضورتون سرنگونی اون را امضا کردید. خواست شما خواست بر حق تحصیل رایگان، آزادی حق تشکل و احزاب، آزادی بدون قید شرط سیاسی حق واقعی شماست و ما از شما پشتیبانی میکنیم. پیروزی از آن ما هستش. ناصر کشفولی، آلمان، هانوفر. معلم زندانی آزاد باید گردد. معلم زندانی آزاد باید گردد. در بیش از ده ها شهر ایران شاهد حضور و مبارزه معلمان علیه جمهوری اسلامی هستیم. ما از طرف حزب کمونیست کارگری ایران امروز اینجا هستیم. دست شما را به گرمی می فشاریم و خواسته های شما همه بر حق هستند. کارگر زندانی باید آزاد گردد. معلم زندانی باید آزاد گردد. به امید پیروزی و سرنگونی جمهوری اسلامی ایران. همزمان با اکسیون هایی که در سراسر اروپا بود، در شهرهای مختلف اروپا برگزار شد، امروز پیکتی قرار بود که در شهر استکهلم مقابل سندیکای معلمان برگزار بشه و همچنین قرار بود که با مسئول این سندیکا گفتگویی بکنن دوستانمون در شهر استکهلم و قرار بود که یک گفتگوی مستقیمی با این دوستان در استکهلم داشته باشیم. امیدوارم که این ارتباط برقرار بشه. نمیدونم برقرار شد این؟ بله، برقرار شده این ارتباط. سلام میکنم به اندیشه علی شاهی عزیز در سوئد، در شهر استکهلم. شما امروز پیکتی داشتید در مقابل سندیکای معلمان، لطفاً در مورد این پیکت و اینکه شما ملاقاتی هم مثل که داشتید با مسئول این سندیکای معلمان در سوئد برامون لطفاً توضیح بفرمایید که چه شد و این ملاقات به کجا رسید. بفرمایید. بله، با سلام به شما و بینندگانتون. ما امروز ملاقاتی داشتیم، یه پیکت اعتراضی داشتیم در رابطه با اعتراض‌های معلمان در ایران که حدوداً یک سال در جریان بوده و متاسفانه از این اعتراضات بسیار زیادی که در سراسر شهرهای ایران تقریباً میتونم بگم بوده، هیچ آثاری در مدیا، در اخبار و روزنامه‌ها ندیدیم. من خودم به نمایندگی از طرف سندیکای معلمان، از طرف ارگانیساخونی که کار میکنم باهاش، این تونستم با اینا ارتباط بگیرم، با خانمی به اسم اینا اریکسون که نماینده بخش بین المللی سندیکای معلمان هست، یعنی در واقع با سندیکاهای معلمان در سراسر دنیا ارتباط اینها دارن و خودشون هم خوشبختانه از جریانهای ایران و زندانی شدن اسماعیل عبدی و معلمان دیگر مثل بودا
مذاقی و دیگران در جریان بودند. ما امروز بعد از پیکت اعتراضیمون این خانم رو ملاقات کردیم و اطلاعاتی رو که داشتیم در اختیار گذاشتیم. یه سری اطلاعات کلی در این ارتباط دادیم، از موقعیت ایران، دولت ایران، مسائل کارگران، و ما گفتیم که مسائل معلم‌ها از مسائل کارگران و دانشجوها یا بچه‌هایی که مدرسه میرن یا زنان جدا نیست و 40 سال تحقیر، توهین و نداشتن اساسی ترین، میتونم بگم، و پایه‌ای ترین حقوق انسانی در ایران باعث شده که امروز یک جریان و یک پیوستگی از مردم در ایران به وجود بیاد. و یکی از اون اعتراضات معلمانه که بیشتر از یک سال در جریان بوده. اینا این خانم وقتی باشون صحبت کردیم، خانم اینا اریکسون، گفتن که ما ازشون خواستیم که چه کاری برای ما میتونن بکنن و نقششون در این رابطه چی است. و اینا به ما گفتن که ما با سندیکای سراسری معلمان در تماس هستیم، با بخشی که حتی با یه بخش دیگه، با یه انجمنای دیگه، مثلا انجمنانی که باعث تحقیر و زیر سوال بردن معلمان در سراسر دنیا میشه در رابطه با مسائلی که مثلا اعتراضهایی میکنن و اعتراضشون رو توی کشور خودشون نمیتونن اعلام بکنن، در تماس هستیم. و با یه چیز دیگه، با مسئله سوم، مسائل اتحادیه‌های سراسری در تمام دنیا بود، با یک سری اتحادیه‌های سراسری هم که بخش سوم صحبتاشون بود در تماس هستیم. و هر از وقتی کنگرسی داریم، ما یک کنگره داریم، این کنگره در خارج از سوئد برگزار میشه، شاید سالی یک بار، و 400 تا اتحادیه سراسری هستن. یکی از اینها که اسمش هم از اینترنشنال ایژوکیشن، این اینترنشنال ایژوکیشن 400 تا اتحادیه هستن که یکی از اونها اتحادیه سراسری معلمان سوئدی که به این اتحادیه سراسری وابسته است. ما بهشون گفتیم چه کارهایی در این رابطه میتونیم بکنیم، از موقعیت معلمان، از دستگیریاشون، فیلم های از اینستاگرام و اینور، تظاهرات هایی که اخیراً شده و در نجات یک معلم حتی بوده، اینها رو نشونشون دادیم، و از شرایط بسیار بسیار اسفناک ایران در رابطه با مسائل معلمان، کارگران، اینا همه توضیح دادیم. گفتن که ما میتونیم از طریق کانال های خودمون، همین کانال، سه کانالی رو که اعلام کردن، ما میتونیم در ارتباط باشیم و حمایت کنیم. حمایت نامه‌ای میکنیم، چون دوستان ما که در اونجا بودن، دوستان دیگه مثل هرمز رها و مهین علیپور، هم مسائل و نظرات خودشون اونجا بیان کردن و گفتن که چه کارهایی میشه انجام داد، چون این مسئله بسیار مسئله اکوتیه و معلم‌ها الان در خیابان هستن. گفتن که ما نامه میتونیم بنویسیم و در رابطه با دوستمون هرمز رها گفتن که الان چند روز دیگه اول مای هست، روز کارگر هست، معلم‌ها هم 100% تو خیابون میان. گفتن برای اول همین سوال رو من میخواستم بپرسم ازتون، در حال حاضر چون معلمین الان در خیابان هستن و خیلی از معلمان و تعدادی از معلمان در زندان هستن، چون این مسائلی که مطرح کردن این خانم، یعنی یه مسئله دراز مدت هست، در حال حاضر برای معلمینی که در زندان هستن چه کاری میتونن انجام بدن و چه قولهایی دادن؟ بله، بعد از اینکه دوست ما این پیشنهاد رو دادن که این مسئله آکوته، همچنین مهین علیپور و هرمزرا گفتن که ما برای اول مای تا اول مای سعی میکنیم کاری انجام بدیم و اطلاعیه‌ای بدیم در رابطه با معلمان که این قضیه مناسبت خوبی هم با اول مای داره، و ما اینو واقعا ازشون خواستیم. خود من بهشون گفتم که آیا امکانش هست که ما بتونیم با روزنامه و مجله و روزنامه معلمان در تماس باشیم؟ گفتم بله، میتونیم باشون تماس بگیریم، که البته من تماسمو قبلا گرفتم، و اگر بشه که بتونیم در رابطه با مسائل معلمان و اعتراضاتی که شده به صورت مفصل توضیح بدیم و توی روزنامه معلمان درج بشه. در ادامه این قضیه، این پروسس، ما با خانم اینا اریکسون در تماس هستیم، گروهی که داریم کار میکنیم در تماس هستیم، و
اینها یه گروه 4 نفره هستن که همونجور که گفتم در اول صحبتام، گروه اتحادیه بین المللی معلمان هستن و سعی میکنیم در بتونیم در برنامه‌های بعدی و در اطلاعیه‌های بعدی این پروسس رو در رابطه با مسائل معلمان در ایران در نظر داشته باشیم. یک مسئله دیگه که وقت در آخر اگر وقت هست من اینو عنوان بکنم، ما حتی بله گفتیم که دوستان ما حتی در اینجا، دوستان مثل هرمز رها که امروز با ما همراه بودن، ارتباطات نزدیک و رابطه مستقیم با خانواده های معلمان زندانی در ایران دارن و ما میتونیم این ارتباط رو به شما وصل بکنیم که از این مسئله بسیار بسیار استقبال کردن و ما در ادامه با همکاری دوستایی که اینجا هستن این کار رو ادامه خواهیم داد. خیلی ممنون از توضیحاتی که دادید. ما حتما در ارتباط میمونیم و منتظر خبرهای خوب از شما و این اتحادیه هستیم و ممنون از شما هرمز رهای عزیز و همچنین مهین علیپور که تونستید این امکان رو فراهم کنید و این ارتباط رو بگیرید با اتحادیه سمفی که در به اصطلاح سوئد هست. خیلی ممنون و سلام من رو به همکارانتون و دوستانتون که در اونجا بودن برسونید و از طرف ما هم تشکر بکنید از این دوستان. متشکرم. مرسی از مصاحبتون. ممنون. ممنونم. بساط سرمایه‌داری باید برچیده شود. سوسیالیسم تنها راه نجات بشریت است. جدالی نابرابر و بیامان سراسر تاریخ خونبار سرمایه داری و استثمار وحشیانه طبقه کارگر را در بر گرفته است. این نظام نه فقط نابرابری و بیعدالتی، فرودستی و فقر که جزام خرافه و مذهب و ناسیونالیسم و کهنه پرستی را به جان کل بشریت انداخته است. میلیون ها انسان همسرنوشت را در جنگ خصومت، نفرت نژادی و ملی و مذهبی گرفتار کرده است تا بنیادهای فقر و فلاکت و بی‌حقوقی سازمان یافته جامعه طبقاتی زیر آوارهای آن مخفی بماند. مهملات دموکراسی و پارلمان وسیله مشروعیت دروغین نظامی است که جز آزادی سرمایه و انباشت سود و منفعت مشتی مفتخور انگل حاصلی برای بشریت زخم خورده و دردمند ندارد. در نظام‌های مانند جمهوری اسلامی ایران از همین دموکراسی انتخاباتی برای به قدرت رساندن احزاب حاکم هم خبری نیست. آنجا رسماً کارگران را به زندان و شلاق محکوم می‌کنند تا حاکمیت سیاه سرمایه را سرپا نگه دارند. همه قدرت و مکنت و برج و بازوی این نظام بر دوش کارگران، این خالقین حقیقی تولید ثروت بنا شده است. طبقه ای که خود محروم ترین بخش جامعه است. این چرخه استثمار باید از چرخش باز ایستد. این عزم سوسیالیستی اول ماه مه است. این مبنای همبستگی میلیون ها انسانی است که برای برابری و محو استثمار به میدان می آیند تا انسان اختیار خود را به دست بگیرد و این جهان وارونه بر روی پایه خود استوار شود. بشریت به انسانیت برسد و بساط خونین سرمایه برچیده شود. در ایران مردم آزادی خواه و معترض در پیشاپیش آنها طبقه کارگر عزم جذب کردند تا به زیر کشیدن حکومت وحشی و ضد بشری اسلامی نه فقط مردم ایران که کل جهان را از شر حکومت اسلامی و جنبش سیاه اسلامی رها کنند. جنبش رادیکال سوسیالیستی و وسیعی توسط بخش‌های مختلف طبقه کارگر و توسط مردم آزادی‌خواه علیه فقر و نابرابری، علیه مذهب و شلاق و اعدام و زندان و علیه استثمار و شالوده‌های نظام سرمایه‌داری اسلامی در جریان است و حمایت مردم جهان از این مبارزات نقش مهمی در پایان دادن به حکومت اسلامی در ایران و پیریزی یک جامعه نوین سوسیالیستی و انسانی خواهد داشت.
یک خواست مردم ایران از مردم آزادی جهان، حمایت از مبارزه آنها علیه حکومت وحشی سرمایه‌داری اسلامی و بایکوت این حکومت و قرار دادن آن تحت فشار سیاسی همه جانبه است. تشکیلات خارج کشور حزب کمونیست کارگری ایران، 23 آوریل 2022. دوستای گلم سلام، امیدوارم حال دل همتون مثل همین روزای بهاری خوش و خرم و شاد باشه. کم کم داریم به اول ماه می نزدیک میشیم، روز جهانی اعتراضات کارگران و زحمتکشان به نظام سرمایه داری. من از طرف خودم این روز رو به همه شما در هر جای این جهان که هستید تبریک میگم. روز جهانی کارگر مبارک. روز جهانی کارگر، روز همه مزدبگیران، روز همه 99 درصدی هاست. فرارسیدن این روز رو به همه شما مردم عزیزی که همیشه در تلاش برای رسیدن به ابتدایی ترین حق و حقوق و حیات خود در مبارزه با جمهوری نکبت اسلامی بودید تبریک میگم. یکی از ویژگی های مهم مبارزان طبقه کارگر همیشه تحقق یافتن خواست و مطالبات معلمان، پرستاران، بازنشستگان و همینطور مال باختگان و همینطور زنان و همینطور خانواده های دادخواه بوده است. از این رو الزامی است، مهمه که در این روز دست در دست کارگران متحدانه علیه این فقر و بیعدالتی، علیه این نابرابری، علیه این تبعیض جنسیتی، علیه این تورم و گرانی به خیابون بیاییم و اعتراض خودمون رو با شعارهای اداره شورایی در جامعه باید محقق گردد و همینطور لغو کار مزدی همراه با طبقه کارگر یک پارچه با اعتراضات سراسری در خیابانهای ایران این روز رو گرامی بداریم. زنده باد اول ماه مه، زنده باد روز جهانی کارگر. اول ماه مه اردیبهشتیم 11 کارگرم جندی. من بهنام رمزده بگن کارگر جنی همسی کارگرلرنه هر یه دوالره خصوصا ایرانین کارگری، آذربایجان کارگرلرمزه، ترک وطنداشلرمزن تبریک و شادباش عرض لیرم و امیدوارم بگن یعنی کارگر جنی کارگرلرن همسی گلسلر چولا خیابانده احتراز الرسلر از حق حقوقنا آلسلر. کارگر جنی سیزن وطنداشلرمز ترک، آذربایجان وطنداشلرمز و کارگرلرن همسی تبریک عرض لیرم. خب دوستان عزیز، به بخش پایانی این برنامه این هفته رسیدیم. امیدوارم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه. ما منتظر پیام های شما هستیم، منتظر نظرات شما هستیم. با ما با آدرس های زیر تماس بگیرید و پیام ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. تا برنامه آینده، روز روزگار بر شما خوش باد.